الله متعال ذات است که خلق لكم ما في الارض جميعا، هم آنچه که در زمین است برای ما تو آفرید است. شما یک بار ببینین هر میوهی که تو آل استفاده میکنی در چگونگی آفرینش از او بیندیش. غوره بود، کلان شد، شیرین شد. این شیرینی از این ایرانت میکند، رنگ از این عجیب است، بوی از این عجیب است، مزیش عجیب است. همه چیزی که در این دنیا وجود دارد انگامی که استفاده میکردی قبل از اینکه او را استفاده بکنی میگی بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله. وقتی که خلاصش میگی میگی الحمدلله. اگر ما در هر لقمه نان خود بسم الله و الحمدلله را رعایت بکنیم، شما باور به خدا بکنه ما جور میشیم. حتی در اثری که در بعضی از کتابا ما خواندیم میگه اگر یک مسلمان آب را وقتی که بلندش میکند میگه بسم الله، وقتی که قرتش میکند میگه الحمدلله. اگر آب را به این طریقه نوشید، خداوند متعال مادامی که ای آب در شکم ازی است از گناه ای را محفوظ میکند. تجربهش بکنید، آب را به طریقه رسول الله بخو، مادامی که آب در شکم توست گناه نمیکنی. اگر ما هر لقمه نان را بر میداریم و در او بیندیشیم و بگم بسم الله الحمدلله، ام ثواب میگیریم، ام لذت میگیریم، ام اونان خوردن وسیله عبرت ما شما میشود، جور میشیم و زندگی فردی ما واقعا اصلاح میشود. اگر خدا نخواسته این کار نکنیم، از نعمتهای الله طور شایسته استفاده نکنیم و ظالمانه استفاده کنیم، رب العالمین نعمت را به نقمت تبدیل میکند. و بعد زیبا میفرماید سوره مبارکه الانفال، ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. چون این نیست که خداوند متعال دوست داشته باشد که مسلمان در سختی زندگی کند، اتو نیست. چون این نیست که خداوند متعال دوست داشته باشد که مسلمان فقیر و بدبخت باشد. چون این نیست که مسلمان همیشه ذلیل و خار باشد، اتو نیست. بلکه ولله عزت و لرسوله و للمؤمنین، عزت از آن خدا و پیغمبر و مسلمان است. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. این دنیا از ما و شما هست، این نعمت ها از ما و شما هست. ارگا نعمت از ما و تو فرار میکند، بفهم که شکرانه نعمت را ادا نکردی. شکر نعمت را که ادا نکنی الله نعمت را از ما میگیرد، از ما نعمت را میگیرد. ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. پس در اینجا تغییر است، ولی تغییر را خود ما آوردیم. چرا سپاس الله را نمیگوییم؟ چرا تشکر از خدا نمیکنیم؟ عزیزایم، ما به این باور دارم که اگر ما همراه شما یک نیکی کنم، دی نیکی کنم، سه چهار، در پنجم ده بار بر ما سلام عرض میکنیم و صاحب صاحب گفته رئیسی. و این تعد و نعمت الله لا تحصوها. یک بار فکر کن که نعمت های گوناگون مادی و معنوی سراسر وجود تو را گرفته است. چشم را در کدام دکان خریدی؟ الله بر تو عطا کرده است. گوش را در کدام جای خریدی؟ الله بر تو عطا کرده است. عقل دیده نمیشه، لمس نمیشه، در دکان فروخته نمیشه، رب العالمین نصیب شما کرده است. کل نعمت های خدا است. با مو چیزی که تو می نازی امورم الله بر تو داده است. بر چی که می نازی؟ با پولت، با علمت، با قدرتت، با تواناییت، با کسبت، با کارت، همه را الله برای تو داده است. در نباره از این نعمت ها خود یک بار سپاس بکن.
تشکر خوب بگو که خدایا چیزی که من هستم خلایق از نبودم، ولی لطف تو، مرحمت تو، شفقت تو این نصیب حال ما شده. خدایا مرا توفیق نهایت بده تا شکران نعمت تو را بکنم. این را باید بگویم، هر قدر که زبان خود را به یاد الله آغشته بکنیم با امو اندازه به طرف خیر و سعادت میریم.